سلام، من هماین خیری هستم. به برنامه انسان زمین فردا خوش آمدید. در برنامه امروز، مزارع عمودی، پرورش سبزیجات با آب کمتر و محصول بیشتر. و روشی تازه برای کاشت برنج، آبیاری قطره‌ای در راه شالیزارها. شیخ نشین دبی در جنوب خلیج فارس از ساخت یک مزرعه عمودی به مساحت 9000 متر مربع خبر داده. این مزرعه نیاز فروشگاه و رستوران های امارات متحده عربی به سبزیجات تازه رو تامین میکنه. در این مزرعه عمودی قرار هندوانه، گوجه فرنگی و توت فرنگی هم پرورش داده بشه. یکی از دلایل راه اندازی این مزرعه جلوگیری از هدر رفتن آب. خب، از مزرعه عمودی دبی به یک مزرعه عمودی در کاونتری میریم، در گزارشی از پیام دریابی. جمعیت جهان تا سال 2050 به بیش از 10 میلیارد نفر میرسد. تهیه غذای کافی برای این جمعیت یکی از مهمترین چالش های پیش روست. غذایی که ارزان باشد و برای تولید آن به محیط زیست صدمه وارد نشود. راهکار تازه استفاده کمتر از مزارع سنتی است. در عوض تولید به شکل عمودی انجام می شود. مزارعی که در آنها مصرف آب و آفتکش ها کمتر است، اما در مقابل بازده محصول بیشتر. اینجا ساختمان شرکت هایدرو فارمینگ در کاونتری بریتانیا هستش. اگرچه ساختمان شبیه اصلا یه مزرعه کشاورزی نیست، ولی اینجا مرکز تولید محصولات کشاورزی به روش کشاورزی عمودی هستش. بریم یه نگاهی به این مرکز بندازیم. در این مزرعه ابتدا بذر بدون استفاده از خاک در بستری از الیاف پلی‌استر یا پشم گوسفند کاشته می شود. بذر کاشته شده تا زمان جوانه زدن در آب حاوی املاح معدنی می ماند. جوانه ها بر اساس نوع گیاه بین 5 تا 40 روز برای برداشت آماده می شوند. روشی که در طول سال بارها و بارها انجام شدنی است. کشاورزی عمودی دقیقا در یه جایی مثل اینجا اتفاق میفته. سبزیجات تازه مثل کاهو، کلم یا ریحون رو در این طبقات رشد میدن. اما نکته که در مورد این نوع کشاورزی باید بدونیم اینه که شما در فضای کمتر میتونید محصولات بیشتری رو رشد بدین. به طور مثال در کشاورزی سنتی در 1 متر مربع زمین شما شاید بتونید حدود 4 کیلوگرم کاهو محصول تولید بکنید، اما در این نوع کشاورزی بر اساس میزان طبقات شاید بتونید تا 250 کیلو کاهو تولید بکنید، اما این میزان محصول رو با مصرف آب بسیار 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 کمتر میتونید تولید بکنید. جالبه که به خاطر همگیری کرونا محصولات مزارع عمودی علاقمندان بیشتری پیدا کرده. دلایل مختلفی براش وجود داره. دلیل اصلیش اینه که محصولات ما در شرایط مدیریت شده تولید میشن. خیلی تمیزترند و آفت ندارند و مردم از مواد غذایی مطمئن بیشتر استقبال میکنند. به دلیل صدمه‌ای که کرونا به تولید کنندگان مواد غذایی زده، تولید محلی و مزارع عمودی رونق پیدا کرده. در این نوع کشاورزی خبری از نور خورشید نیست. این چراغ‌های LED کم مصرف هستند که نور لازم برای رشد گیاهان را تأمین می‌کنند. در حال حاضر با این فناوری نمی‌توان محصولاتی مثل گندم و جو و سبزیجاتی مثل هویج تولید کرد. اما مزارع عمودی برای تولید سبزیجاتی که برگ سبز خوردنی دارند مقرون به صرفه‌تر از زمین‌های کشاورزی هستند. پیام دریابی، ایران اینترنشنال. از تازه‌های نشر علمی یک مقاله از نشریه ذخیره آب انتخاب کردم. مقاله را پژوهشگران دانشگاه تهران، دانشگاه ساری و دانشگاه وست ایندیز در ترینیداد و توباگو نوشتن و عنوانش اینه:
افزایش بازده آب برای تولید برنج با استفاده از آبیاری جایگزین، مطالعه موردی شمال ایران. پژوهشگران در این مقاله روش سنتی کاشت برنج به صورت غرقابی در بابلسر رو با سه روش آبیاری یک روزه، سه روزه و پنج روزه مقایسه کردن. مقایسه نشون داده در روش جایگزین مقدار برداشت برنج بیشتر از روش سنتی بوده. جالبتر این که پژوهشگران متوجه شدن حتی اگر نصف آب مصرفی رو هم کم بکنند، از مقدار محصول فقط 1% کم میشه. مقالهش جالب و خوندنیه. نویسندگان مقاله دکتر مسعود پورغلام آمیجی، دکتر عبدالمجید لیاقت، دکتر مشتبه خوشروش و دکتر حازی محمد عظمت الله هستند. سالهاست پژوهشگران تلاش میکنند روشهای جایگزین آبیاری برای شالیزارها پیدا کنند. مهمترینش آبیاری قطره‌ایه. اشکان صفایی گزارش میده. آب، کالایی کمیاب در خاورمیانه. مهمترین اثر کاهش ذخایر آبی در این منطقه به خطر افتادن امنیت غذایی مردم است. پژوهشگران میگویند تغییر در روش‌های سنتی آبیاری برای کشاورزی خاورمیانه ضروری است. از جمله آنها کاشت محصول پرمصرف برنج است. محصولی که تقریباً همه آن در شالیزارهایی که با روش غرقابی آبیاری می‌شوند تولید می‌شود. اما حال شرکتی اسرائیلی فناوری جدیدی را برای آبیاری قطره‌ای شالی‌ها طراحی کرده است. شرکت نتافیم از 56 سال پیش اصلی ترین توسعه دهنده سامانه های آبیاری تحت فشار در جهان بوده و این سامانه ها را برای محصولات باقی و زراعی طراحی کرده است. اولین محصولی که با این روش آبیاری شد عناب بود. اینجا باقی است در میان صحرای نگب در جنوب اسرائیل. اینها درخت‌های جوجوبا هستند، درخت‌هایی که از میوه اونها برای تولید یک نوع خاصی از روغن استفاده میشه. اگر به زمین اینجا نگاه بکنید می‌بینید که زمین کاملا خشکه، چرا که آب مورد نیاز این درخت‌ها توسط یک سامانه کامپیوتری محاسبه میشه و قطره قطره زیر زمین به ریشه اونها رسونده میشه. حال این سامانه پس از 15 سال تحقیق راه خود را به شالیزارها نیز پیدا کرده است. برای تولید هر کیلوگرم برنج به روش غرقابی کنونی نزدیک به 8000 لیتر آب مصرف می شود. موضوعی که تأثیری مخرب بر منابع آبی دارد. اما با استفاده از آبیاری قطره‌ای می توان در مصرف آب صرفه جویی کرد. The results were amazing. نتایج تحقیقات فوق‌العاده بود. مصرف 35 تا 50 درصد کاهش پیدا کرد و در برابر میزان محصول برداشت شده دو برابر شد. محافظه‌کارانه ترین تخمین نشون میده که با این روش تا 35 درصد در مصرف آب صرفه‌جویی میشه و محصول هم 35 تا 40 درصد افزایش پیدا میکنه. اما مصرف بالای آب تنها مشکل کشت غرقابی برنج نیست. کشت برنج یکی از اصلی ترین عوامل انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشاورزی است. گازهایی که خود موجب تشدید گرمایش جهانی می شوند. از سوی دیگر، نیمی از آب مصرف شده در این نوع کشت به سفره‌های آب زیرزمینی نفوذ می کند. آبی که مملو از کودهای شیمیایی و سموم است و سفره‌های آب زیرزمینی را آلوده می سازد. آبیاری قطره‌ای اما این مشکلات را تا حد زیادی از بین برده و امکان کشت گسترده‌تر برنج را نیز فراهم می‌کند. به نظر من آبیاری قطره‌ای برنج انقلاب بعدی در تأمین غذای جهان گرسنه است. برای شخص من هم این انقلابی در صنعت آبیاری قطره‌ای است، چرا که بازاری بزرگ برای این صنعت ایجاد می‌کنه. اسرائیل خود تولید برنج ندارد، اما منطقه خاورمیانه سالانه حدود 3 میلیون تن برنج تولید می کند که بیشتر آن در ایران کشت می شود. تولیدی که البته پاسخگوی مصرف 10 میلیون تنی این محصول در این منطقه نیست. همزمان با تغییر در شیوه های آبیاری، استفاده از بذرهای اصلاح شده که نیاز به آب کمتر دارند هم منجر به افزایش محصول می شود. اشکان صفایی، ایران اینترنشنال، کیبوتس خاتسریم در اسرائیل. از طبیعت ایران کویر کوه سرخ رو انتخاب کردم. علت نامگذاری این کویر خاک روسیه که تمام منطقه رو پوشونده. کویر کوه سرخ در جنوب شرقی سمنانه و به جز رنگ قرمز محیط یک جاذبه گردشگری هم داره که به اسم همای سعادت معروفه.
این مایه سعادت در واقع یک صخره است که به دلیل فرسایش بادی به شکل یک عقاب در اومده. اسم مایه سعادت رو هم مهندس عنایت الله رنجبر، طبیعتگر و جهانگرد سمنانی روی اون گذاشته. و یک خبر کوتاه از محیط زیست. در گرمترین تابستانی که سازمان هواشناسی روسیه در 120 سال گذشته ثبت کرده، جنگل یاکوسیا در شمال شرق سیبری دچار آتش سوزی شده. شدت آتش سوزی به حدی رسیده که وزارت دفاع روسیه هم با هواپیمای آپاش وارد عمل شده. سازمان هواشناسی روسیه اعلام کرده این موج گرمای بی سابقه تا پایان ماه آینده هم ادامه داره. دانشمندان روس میگن تغییرات اقلیمی باعث شده طبیعت شمال این کشور تا نزدیکی شمالگان یا قطب شمال دچار صدمات گاه جبران ناپذیر بشه. در باغ گیاهشناسی ایران قطعی به نام باغ زیبا نامگذاری شده. این نامگذاری برای قدشناسی از تلاش خانم دکتر زیبا جمزاد انجام شده. دکتر جمزاد از جوانی در باغ گیاهشناسی ایران فعالیت تحقیقاتی می‌کرده. میشه گفت ایشون یکی از کسانی هستند که تاریخ زنده باغ گیاهشناسی ایران محسوب میشن. سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور لقب مادر باغ گیاهشناسی ملی ایران رو به دکتر جمزاد داده. به جز کشف 52 گونه گیاهی در ایران، تخصص ایشون در گیاه نعناست. ممکنه براتون جالب باشه که دو گونه گیاه مرزه خوزستانی که خواص دارویی دارن به افتخار دکتر جمزاد به نام ایشون نامگذاری شده. گونه ساتورجا خوزستانیکا جمزاد و گونه ساتورجا رشینگری جمزاد. برنامه انسان زمین فردا رو تقدیم می‌کنیم به خانم دکتر زیبا جمزاد. تا فرصت بعدی.